داشت نفسهای آخر رو میکشید. میتونستم کمکش کنم ولی نشد. تقصیر خودم بود. موقعی که رفتم جلو ضربات چاقو رو روی بدنش دیدم، انقدر زخم عمیق بود که نتونستم اصلا نگاش کنم. اونم فرانسیس، دوست صمیمی من که همه جا با من بود. فرانسیس انقدر آدم خوبی بود که حتی آزارش به یک مورچه هم نمیرسید. لعنتی از تو اون کافه فرناندز شروع شد. اون ماریوی نامرد به خاطر ارباب، به خاطر پولی که از ارباب میگرفت، چاقو رو با نامردی توی بدن فرانسیس فرو میکرد. رفتم جلوتر. فرانسیس دیگه از حال رفته بود. بدنش میلرزید، رنگش پریده بود. بغلش کردم، سفت فشارش دادم. گفتم فرانسیس بلند شو. هیچی نگفت. دیگه کار از کار گذشته بود. هیچ کاری نتونستم انجام بدم. جلوی چشمام از بین رفت. بعدش چی شد؟ بعدش هیچی نشد. خانم، من این فیلمو برای شما 100 بار تعریف کردم، باز میگی بعدش چی شد؟ خب من صحنه اعترافشو خیلی دوست دارم. صحنه اعترافشو خانم دوست دارین؟ یه دفعه که من دارم میرم سینما سر کوچه، تشریف بیاریم با هم بریم ببینیم. من اینجا هی این لباسا رو بپوشم، هی این کلا رو بذارم، یه فیلم 2 ساعته رو برای شما تعریف کنم. من کی فرصت کردم بیام؟ یا کار خونه است، یا دانشگاه، یا بچه‌ها. آهان، من 2 ساعت وقت داریم من فیلمو براتون تعریف کنم. وقت نداریم، بیاین اونجا. با سلام خدمت شما بینندگان محترم، مخصوصا علاقمندان به ورزش شنا. با برنامه شنا شنا شناگر در خدمتتون هستیم. من ساسان هستم، دستیار استاد دوزیست و همکنون دستیار استاد تگزیست هستم و افتخار مرحوم دوزیست. بله، خجالت نمیکشی؟ من استاد داشتم گفتم افتخار میکنم. بذارم که... نه گذشت. ای؟ بله گذشت کنی. شما بدون من نباید برنامه شروع کنی، میدونستی اینو؟ استاد من گفتم بینندگان محترم منتظرن که برنامه مورد علاقه خودشون رو نگاه کنن، گفتم زودتر برنامه شروع کنن. خیلی خوب آقا، بسه. از گزافگویی کم کن، بر مبلغ افزایا. چشم استاد. خب، امروز ما در برنامه آموزش بدیم به شما که چجوری باید از این وسایل استفاده کنید. وسایلی چون این که برای بینی میزنن که اگر یه موقع آب بوی بد میداد، این بینیتون بوی بد رو نفهمه. اینجوری میذارین اینجا که صدای بوی بد ببخشید. من فکر میکنم که این برای اینه که آب درون بینی نفوذ نکنه. یا تو همون ما یا بله تو بی خود میکنی رو حرف من حرف میزنی. حد زدم، مطمئن نیستم. یه حد زدی اشکال نداره. این هم یک وسیله دیگه یه برای که تو گوش بذارین اگه کسی زیر آب داد زد یه موقع گوشتون کر نشه. این هم برای اونه. این چه دیگه درست بود؟ بله درسته؟ بله. خب حالا این گوشگیرا میذاریم تو گوشمون و بینیگیر میذاریم تو دماغمون برای که متوجه بشیم که وقتی شیرجه میزنیم بوی بد و صدای زیاد گوشمون آزار نده. خب امروز میخوام شیرجه بلامانه رو به شما آموزش بدیم در برنامه امشب. تصحیح میکنم و خب آماده هستیم برای شیرجه بلامانه. میخوای تو شیرجه بلامانه رو بزن؟ نه خواهش میکنم. تو نپری تو آبای موقع، یخ نکنی ها؟ فقط استاد من الان گوشی رو دارم میزنم به گوشم استاد که دیگه شنا رو نشنوم. من یه نکته رو خیلی صدای زیاد رو نشنوم خدمت شما عرض کنم، اینه که یه کابل برق اینم در واقعیه اونور افتاده تو آب. الان این آب
پر از برقه. اگه شما الان شیرجه بزنید برق میگیرتتون. خب تو الان بشمار که من بپرم تو آب برای شیرجه. استاد حاضری؟ بله استاد، ولی گفتم کابل شماردی؟ بله؟ نه الان میشمارم. بشمار. 3 2 1. استاد ولی کابل برق از اون بر افتاده. بینندگان محترم، برنامه امروز شنا شنا شناگر به پایان رسید. تا برنامه بعدی شما علاقمندان به ورزش شنا رو به خدای بزرگ می‌سپارید. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. تلفن اداره برق کسی نداره. تلفن اداره برق. آقا جون حرف دلتو به من بزن، تو رفیق قدیمی منی، من چطور میتونم قبول کنم؟ بگو منصور چیه؟ منو چه؟ من دیگه تصمیم خودم رو گرفتم. منو چه؟ چه تصمیم؟ بچه نشو. من بچه نیستم. ببین من دیگه به آخر خط رسیدم منصور. هنوز خیلی مونده. تو جوونی، تو ترم آخر دانشگاهی. برام مهم نیست. یعنی چی؟ برام مهم نیست. زمانی که دانشگاه قبول شده بودی که میخواستی بال لر بیاری، چطور برات مهم نیست؟ گذشت، همه اون دوره ها گذشت. بابا جون من، زندگی بیشتر از اینا ارزش داره. من باید از این دنیا برم دیگه منصور. بابا دست تو نیست که. یعنی چی؟ تو خونواده داری، زندگی داری، بچه داری. تو بچه تازه به دنیا آمده. برام هیچ کس مهم نیست. بابا یه حرف رو، تو یه 2 دقیقه بلند شو بیا خونه ما. تو مشکلات منو داشتی، الان خودتو از یه برج 30 طبقه پرت میکردی پایین. آقا جون مشکلات تو چیه؟ مشکلات من هم مالیه هم معنوی. حالا مشکل معنوی تو که با بچت زندگی میکنی، بچت بزرگ میشه حل میشه، مشکل مالی چیه؟ چقدر؟ مشکل مالی من 30 میلیون تومن پوله، میتونی حل کنی؟ 30 میلیون که خیلی زیاده. نه من باید خودمو پس بکشم. نه بابا به خاطر 30 میلیون الان من یه هفتیر در دستمه. نه واسه ببینم چقدر میخوای. چرا؟ چقدر میخوای تو؟ 30 تا. خب نمیشه جور کردی. 10 تا. بابا من از کجا بیارم این پولو؟ 5 میلیون تومن هم نداری بده. بابا من 1 قرون پول ندارم. بس من باید خودمو بکشم. بابا منو چه؟ من نمیذارم. من الان هفتی رو گذاشتم روی شقیقم. منو چه؟ ای بابا من چرا؟ چی میگم؟ انگشت سبابم من روی باشه است. منو چه؟ تو حماقت نکن. تصمیم خودم رو گرفتم. منو چه؟ حماقت نکن. من نمیذارم خودتو بکشی. حماقت خودتی. خیلی بی‌تربیتی این دم مرگی. من دیگه میخوام شلیک کنم. نه نمیذارم. نمیذارم خودتو بکشی. منو چه؟ تو سر من چه داری؟ سلام. به یکی دیگه از بخش‌های گزارش برنامه حرف تو حرف توجه فرمایید. سلام آقا. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. ببخشید نظر شما راجع به چاپلوسی چیه؟ چاپلوسی مال آدمایی که نفسشون ضعیفه. و اینجور آدم‌ها به تنهایی هیچی نیستن. خیلی متشکرم. سلام آقا. خسته نباشید. ببخشید نظر شما راجع به چاپلوسی چیه؟ آقا دیگه با این گرونی کاغذ و گرونی رنگ و دیگه اصلا صرف نمیکنه. اصلا صرف نمیکنه. من داداشم چاپخونه داشت بشه بزرگی، تو همین 1 سال اخیر برشکست شد.
الان دو ماه کارش خوابیده، نه چاپ ملخی بشه، نه چاپ دستی داره، نه چاپ لوسی داره، هیچی نداره، بدبخت شده. چاپ لوسی؟ بله، چاپ لوسی، چاپ میگم، چاپ لوسی شم همه کنسل شده، اصلا کار چاپی دیگه زیاد مشتری نداره. متشکرم. جرمنده. سلام آقا. خسته نباشی. ببخشید، نظر شما راجع به چاپ لوسی چیه؟ چاپ لوسی خیلی چیز خوبیه. به نظر من چاپ لوسی باعث میشه آدما پیشرفت کنن. من خودم 20 ساله تو شرکت خصوصی داداشم مدیر امور مالی ام. بله. عرض به خدمتتون که دو ماه پیش یه دونه نامه برآوردن، اینا که نامه میاره. بله. این آدم چاپلوسی بود و خوب پیشرفت کرد. الان دو ماه اونجا شده معاون شرکت. حقوقش هم از من بیشتره. شرکت خصوصیه؟ بله، شرکت خصوصی داشتم. متشکرم. خواهش می‌کنم. قربان شما. ببخشید، نظر شما راجع به چاپلوسی چیه؟ چاپلوسی خیلی چیز بدیه آقا. خیلی چیز بدیه. اصلا خطرناکه. ببینید، ما توی کارگاهمون یه کارگر چاپلوس داشتیم. این دائم دوربر رئیس کارگاهمون میگشت. خب آخه انقدر چاپلوسی کرد، انقدر دوربر این رئیس گشت، آخر سر زیر پای رئیسمون مونده شد. واقعا خطرناکه. مخصوص قطعه‌های ویژه جاک. سلام. خسته نباشید. ببینید آقا، اینجا قتلی صورت گرفته. خب مسئله اصلی قاتله. از شومین اومد تو، اومد پرید تو حال پذیراییمون، اومد یک مرد چاق قد کوتاه، اومد از زیر میز نهارخوری پرید با شوهر من گلاویز شد. با من درگیر شد؟ نه نه، کجا با من درگیر شد؟ حرف علکی بزنید. با شما گلاویز شد؟ با من گلاویز نشد. حرف علکی نزن. اولا مرد لاغر بود. اصلا هم یه همچیزی که شما میگی نیست. لاغر بذار من توضیح بدم. اولا که از در زیرزمین، از دیوار حیات پرید، اومد رفت زیرزمین. از زیرزمین یه راپله مخفی ما داریم، از اون راپله اومد بالا. وقتی که اومد بالا تو راه رو وقتی که قتل انجام داد تو راه رو اصلا در پشتی نیومد، از داخل شومینه اومد. بعد اول وارد حال پذیرایی مون شد، با شوهر من گلاویز شد، از پنجره پرتش کرد پایین، رفت از زیرزمین اومد بالا. که با من گلاویز شد؟ کجا با من گلاویز شد؟ اومد از بغل من رد شد، از شومینه اومد. امکان نداره. اولا اینکه ما اصلا شومینه نداریم. کو شومینه؟ من باورم نمیشه. از همون راپله که وقتی اومد شما روتون اونور بود، ولی من دقیقاً دیدمش. وقتی که اومد همینجوری دور زد دور این میز. اصلا دور نزد. از راه رو که اومد وسط پرید، از زیر یه بارونی هم پوشیده بود، مسرسده بود، گرفتره به دختر من. نه دو خالی کرد تو چشماش. نه من مردم. الان تو مردی. من مقتولم الان. پس شما مقتول هست. ایشون رو کشتن. خودت زن دختر من رو کشت. خودت کشت. کشت؟ نه کشت. آقا اینو کشت. منو کشت؟ منو کی کشت؟ منو چیه؟ رو حرف پدرت حرف بزنی من میدونم. تو خودت تو کش رفت. بابامو کشت. نه آقا ایشونو کشت. نه من میدونم تو اینو کشت. من کیا کشت؟ باباش نشستیم بالا سرش کلی آقا گدی کرد. منو کشت. نه رو جمعه تو اینو کشت. من نشستم اینجا گدی کردم. پدر مادر تو این دخترم این دختر برد میکشت. خودت کشت. من یک کشت نخفی کرد. پدر سالی محترم، چرا نمیشنوی حرف ما رو؟ ما داریم با کی حرف میزنیم؟
آقا جون ما اینجا مسخره که نیستیم، داریم فیلم برداری میکنیم، دو ساعت داره دیالوگاشو میگه. یک ساعت من اومدم نشستم اینجا دارم عربده میزنم، شما انگار نگار. ناراحت نکن آقای مارم، یه دقیقه اجازه بده. آقا جون شما مگه من نگفتم اعصابت ناراحتی که ناراحته؟ این یارو پنباره از گوشت موقعی که داری فیلم بازی میکنی در بیاره، تو که بازیگر حرفه‌ای. آقای قربانی عزیز، دفعه دیگه بقای اینجوری جواب بنده رو ندی، من دیگه ده هر جا بگم اسم شما رو بیارم بگم میخواد بازی کنه، من نمیام بازی کنم. آقای من شما اجازه بده. چرا داد میزنی؟ خب آقا جون من دو ساعتی گلوم پاره شد، هی داریم میشماریم 3 2 1 داریم میریم زبط. خب گرمه اینجا، این کولر روشنه، میگه این دوربینا داغ میکنه، خب چیکار کنم؟ چرا قرمه سکته میکنین؟ خب بخواد این اهمیت نمیده. آقا بریم زبط، باشه ببخشید، بریم زبط. شما یه بار دیگه بیرون بیا. بریم آقا ببخشید. زبط میشه. ببخشید. 3 2 آقا ببخشید. کار کنم که هی شما اینجوری عصبانی هستید، دادشو سر من میزنید؟ هر چی چی بگید. آقا